آنچه که باعث شگفتی اروپا و آمریکا شده از حضور خشمگین آنانی که به جای محکوم کردن حماس در تواهشی که داشتن و یورشی که برده بودن به غیر نظامیان که با تجاوز به زنان و دختران و گرونگانگیری 239 نفر و کشتن 1400 نفر در یک فستیوال و جشواری موسیقی روبرو شده و بیش از 12500 نفر زخمی در این بین داشته در عرض سه ماه اخیر در این یورش حماس به شهرک اسرائیلی برخورد خشکین مردم نیویورک رو با معترضان ضد اسرائیلی دا ما داشتیم سطح معترض ضد اسرائیلی که ترافیک پل بروکلین و منحتن و ویلیامز ویلیامزبورگ و تونل های هالند رو بیش از دو ساعت آمده بودند و مصدود کرده بودند پلیس نیویورک به حال آمده بود با شدت بانو رفتار کرد و بیش از سیصد نفر از اونها رو آمده بود و دستگیر کرده بود و در ویدیوهای منتشر در شبکه های اجتماعی که دنبال بکنیم مسافره خشمیری که نشان میدن که معترضانی روبرو هستند، ترافیک رو این افراد وقتی مختل میکنند نه فقط که همکاری یا اینکه میان و پشتیبانی میکنن از آنچه که آنان بر حال از گروه های تروریستی همینطور که در دانشگاهی هاروارد بیس از هاروارد یک و از یک یک آنان که درخواست شده بود که به سنای و کنگره آمریکا بیان و بازگو بکنن چگونه هستش که هیچ گونه رحیافتی پیدا نکردن برای خونسازسازی تظاهرات دانشجویانی که در هاروارد و یکی که دانشگاهی آمریکا یا اروپا بر ضد اسرائیل انجام میدند و اسرائیل سیتیزی مبنو بر اینکه بیش از 23 میلیارد دلار هرچه از قطر امارات به حال یا عربستان سعودی میرسه و همینطور چین به یکایی که این دانشگاه ها و برحال مملو از خشونت و هم مملو از یهودی ستیزی شده که در کنار آنچه که در حال حاضر داره میگذره در یکایی که مراکز و پایتخت های میشه گفت اروپایی و همینطور در آمریکا این جنگ تحمیلی که اسرائیل با حماس داره اسلامگران افراطی بحثی هستش که ثابت میکنه تا چند دازه آنچه که کرامت انسانی نه فقط زیر سوال رفته با تجاوزاتی که به زنان انجام دادن و سازمان ملل نیست آنطور که باید داشتن اون را محکوم نکرده و به دنبال آتش بس هست که در آن نام کلیدی تروریستی حماس و جهاد اسلامی حزب الله و یکایی که گروه نیابت تروریستی و سپاه قدس در اون ذکر نشده هیچ بلکه سازمان های سازمان های زنان که حالا هر نامشون رو بخوایم میتو بزنیم هر چی بزنیم بر طبق نزاکت نزاکت سیاسی هنوز نیومدن و اعمال جنایتکارانه تروریسم جنایی حماس جهاد اسلامی اسلامگران افراطی رو بر ضد دیگر باشن بر ضد زنان و اونها رو نیومدن و محکوم نیز نکردن از این رو آنچه که حال به دنبالش هستن اینی که بتونند زندگی رو مختل بکنن سر به ترافیک هایی که میتونه در راه سیاتل باشه برای چند ساعت همینطور که الگ ماینر این مسئله رو مطرح کرده و گستردگی پشتیبانی آنانی که پناهندگانی که حالا از پاکستان باشن از جزیره باشن از کشورهای دیگه از ترکیه یا از کشورهای همانند عراق و سوریه که کوچ داده شدن و پناهندگی گرفتن کشور اروپایی و حتی آمریکا از طریق مکسیک پرسش رو مطرح میکنه تا چند دازه آنچه که در اسرائیل و شهرک های اون با توحش در قبال غیر نظامیان اتفاق افتاده بیش از 1400 نفر کشته و حدود دو دو 12500 نفر زخمی و مجروح به همراه داشته آیا میتونه همچین طرحی رو دارالحرب و دارالاسلام نیز در کشورهای اروپایی و آمریکایی شاهد آن باشیم